براتون خوندم، حافظم میگه که غلام پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که بعد تو کردی او به جا آورد. ببینید این سخن او دقیقا مبتنی بر همین معناست. میگه من یک پیری دارم، یک مرادی دارم که او به من یه راههایی و یه کارهایی یاد داده که نتیجهش همینجا نقد تو کف دست من نهاده میشه، ولی تو ای جناب شیخ نسیه به من وعده میدی، این کارا رو بکن تو روز قیامت نتیجهش رو ببینی، چرا که بعد تو کردی او به جا آورد. آدم باید راهی رو بره و از این اعمال، یعنی در این اعمال چنان وارد بشود که به اصطلاح زود بازده باشه، بتونه نتیجه بگیره، بعد بتونه ببینه و این رو باید کوشش بکنه تا کار برای او سرد و ملال‌آور نشود. گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست. ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در این انبار ما. صدق یعنی اعمالی رو که ما به صدق انجام میدیم چرا اینا جمع نمیشه، چرا ما نمیبینیم یک نتیجه انباشته رو. مثالی میزنه: بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پس رفت و کشید. ببینید در گذشته کبریت که نبود، الکتریستم نبود، نمیدونم شما سنگ چخماق و اینا دیده بودید یا نه، سنگایی که به هم میکشیدن که از اینا آتش میجست، اما این آتش جستن ناگهانی بود، یعنی بلا فاصله خاموش میشد. مثلا همین کبریتی که ما میزنیم، منتها خب چوبی هست این کبریت که آتش بر سرش میمونه تا یه چند ثانیه. قدیم آنه که چند سنگ بود و آتش نگهداری نمیشد. یک دستمالی داشتن که حالا من به درستی یادم نیست از چه جنسی بود، که این آتش رو به اون دستمال میدادن، قدری این آتش باقی میمون تا اون وقت با او بتونن چراغی، فتیله ای، چیزی رو روشن کنن. به این دستمالی که آتش رو به اون منتقل میکردن میگفتن سوخته. یکی از معانی کلمه سوخته اون دستمالی بود که حکم کبریت رو داشت، آتش رو برای چند ثانیه نگه می‌داشت تا به چراغ او رو منتقل کنن. ستاره که در اینجا مولوی میگه، ستاره یعنی جرقه در اینجا. حالا با این توضیحی که دادم شما متوجه میشید. بس ستاره آتش از آهن جهید، یعنی جرقه ها از این آهن جهید. وین دل سوزیده پذرفت و کشید. دل سوزیده ما در حکم اون سوخته است که اون جرقه رو میگیره، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، مینهد انگشت بر استارگان، میکشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراغی بر فلک. خیلی تمثیل گویا و زنده است دیگه، تقریبا اینطوری است. حالا با وسایل امروزی و به زبان امروز میگوید که ما کبریت میزنیم، اما همین که کبریت میزنیم خاموش میشه، مثل اینکه یک کسی اونجا ایستاده و فوت میکنه، نمیذاره این کبریت روشن بشه و روشن بماند. در واقع میگه اعمالی که ما میکنیم در حکم روشن کردن کبریته، اما روشنایی نمیبینیم، هی کبریت میزنیم، هی کبریت میزنیم، تمام کبریت ها تموم شد اما شب تاریک، چراغ ناروشن. خب میگه پس بعد ما فکر کنیم یک کسی در این ظلمت ایستاده در کنار ما و ما نمیبینیمش، کارش همین فوت کردن و خاموش کردن این کبریت هاست. بس ستاره آتش یعنی جرقه از آهن جهید، وین دل سوزیده پذرفت و کشید، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، مینهد انگشت بر استارگان، میکشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراغی بر فلک. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. خب بعد از این تصویر خیلی زنده و زیبا میگوید ولی خدایا اگه تو با ما باشی غمی نداره. حالا این تو با ما باشی یعنی چی؟ خدا با ما باشد، خدا به کمک ما بیاید، در کنار ما باشد، مکر شیطان رو دفع کند،
اجازه ندهد که او جرقه ها و ستاره ها رو خاموش بکند. این دقیقا یعنی چی؟ نکته خیلی حساس و ظریفی است. گفته بودند که از یک کسی پرسیدن که این همه سال خدا رو خوندی، چی گرفتی، چی بهت داد؟ گفت واقعا هیچی نگرفتم، خیلی چیزا رو از دست دادم. گفت چی؟ گفت عصبانیتم از دست دادم، غرورم از دست دادم، خودخواهیم از دست دادم. این همینه، یعنی همین، یعنی وقتی که اون کبری تر باشه. و حالا اینجوری ما باید فکر کنیم، نباید بگیم یک کسی، یک شیطانی، یک دغلبازی، دزدی کنار ما ایستاده داره فوت میکنه و کبریتا رو نمیذاره روشن بشه. جوری دیگه از کبریت خیسه، اصلا روشن نمیشه. منتها به زبان متعارف دینی اینجوری میگن، میگن یک کسی داره کبریتا رو فوت میکنه و خاموش. کبریتا خیسه، اصلا نمیگیره. بنابراین چون تو با مایی نباشد هیچ غم، معناش اینه که آدم وجود خودش رو زیر آفتابش آفتاب لطف ایزدی و ذکر ایزدی خشک بکنه تا این کبریت بگیره. این خلاصه مطلب است. ما هم اینجا به زبان مولانا داریم تمثیلی سخن میگیم، ولی غیر از این نیست. ذکر دائم ایزدی یعنی این که همیشه آدم یاد خدا باشه، این دافع شیطان است و اون خضوع واقعی رو در آدمی به وجود میاره. چون قطره‌ای که به دریا وصل میشه، خب دریا صفت میشه، هم اوصاف دریا رو میگیره، یعنی بزرگ میشه واقعا، بزرگی حقیقی، و هم در این حال قطره بودن خودش رو در مقابل دریا که میبینه، خضوع و تواضع حقیقی در وجود او پیدا میشه. این همون خشک شدن اون کبریت است، دفع مکر اون شیطان مکار است. اون وقت دیگه این جرقه ها میگیره، یعنی ماندگار میشه و میمونه و شب شما رو روشن میکنه، چراغ شما رو روشن میکنه. چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد؟ تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد، بنفش شاد و کش آمد، سمن صفا آورد. صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کنون به تو کند، که التجا به در دولت شما آورد. فلک غلامی حافظ کنون به تو کند، که التجا به در دولت شما آورد.